حرکتی که جوانهای عزیز ما در دریا کردن سپاه پاسداران در مقابل تجاوز دشمن از خودشون هویت و قدرت نشون دادن، فرصت نشده که از اینا تشکر بکنم و واقعا تشکر میکنم از اینا. کار بسیار درستی کردن، دشمن تجاوز کرد به آبهای ما، اینا رفتن دشمن رو محصور کردن. کسانی که مسئولین سیاست هستند در همه عرصه جهانی همینجور عمل کنن، مراقب تجاوز دشمن باشن، ببینن کجا تجاوز میکنه، از خطوط کجا داره تجاوز میکنه، جلوشو بگیرن با قدرت. آبهای سرزمینی ایران اسلامی در پهنه آبی خلیج فارس که آرامشش گاه با حرکت شناورهای سبک و سنگین به هم می‌خورد، برای چهارمین بار در چند سال اخیر شاهد حضور بی اجازه قایق‌های نظامی غریبه بود. این بار هم مثل همیشه چشم‌های بیداری که آسوده خفتن ما مدیون آنهاست، با هوشیاری هرچه تمام‌تر عکس‌العملی به موقع سریع و قاطع از خود نشان دادند. 10 ملوان نیروی دریایی ارتش ایالات متحده آمریکا با تجهیزات کامل نظامی و ناوبری خود را گرفتار دلیر مردان نیروی دریایی سپاه پاسداران یافتند. در برابر این برخورد قاطع 2 نکته جالب توجه خود نمایی می کند. یکی انفعال محض نیروهای آمریکایی در هنگام دستگیری و دیگری روایت‌های متناقض و پی در پی مقام‌های مختلف سیاسی آمریکایی از علل وقوع این رویداد است. آمریکا صدای بسیاری از تحلیلگران مستقل مسائل نظامی و سیاسی را در فضای مجازی درآورد و تعجب آنها را برانگیخت. در این میان 2 مقاله از گلن گرینوالد و جاستین ریموندو، سردبیر پایگاه معروف اینترنتی آنتیبار، بیش از پیش جلب توجه می‌کند. علاوه بر این تناقض‌ها برای بسیاری از تحلیلگران مسائل امنیتی ایجاد شک و شبهه در توانایی‌های اطلاعاتی و فنی نیروهای نظامی آمریکایی کرده و همچنین انگیزه‌ها و اغراض ناپخته سیاسی برخی از دولت مردان و نظامیان عالی رتبه آمریکایی را تداعی کرده است. شاید بازگشت آرامش به آب‌های خلیج فارس گره‌گشای بسیاری از این ابهامات باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. به برنامه عصر خیلی خوش اومدید. این هفته برنامه خاصی داریم در مورد تجاوز نیروی دریایی آمریکا به آب‌های ایران در خلیج فارس، حادثه‌ای که اتفاق افتاد، و از زوایای مختلف به این موضوع خواهیم پرداخت. یکی از نکات مهم در واقع توجه ویژه مقام اعظم رهبری هستش به این حادثه، تشکریشون از نیروی دریایی سپاه، توجه دادن به سیاستمداران و مسئولین کشور که به همین گونه عکس‌العمل نشون بدن، اجازه ندن که دشمن وارد خط قرمز بشه، اجازه ندن دشمن مسامحه نکنن، در مقابل دشمن بایستن. و تذکر جالبی بود، چون ما فضایی است که دائم در مقابل تهدیدات و عرض کنم تجاوزات قرار خواهیم گرفت. این روال 36 ساله گذشته بوده. به هر صورت در ادامه مصاحبه خواهیم داشت با فرمانده نیروی دریایی سپاه جناب آقای علی فدوی در بندر عباس که توجه شما رو به این مصاحبه خاص جلب میکنم که ایشون لطف کردن فرصت ما دادن و همچنین تصاویر خاصی که گرفتیم و انشالله که بار توجه قرار بگیرد برمیگردیم به استودیو برای ادامه برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم. خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. من عبدت میهمان شما هستم. در واقع شما به خلیج فارس و ستاد نیدر سپاه خوش آمدید. خیلی ممنون. متشکرم جناب سردار فدایی. من خیلی خوشحالم که این توفیق بر بنده حاصل شد در بندر عباس خدمت شما برسیم و برنامه عصر رو روی این ماجرای حساسی که پیش آمده در خدمتون باشم. من سالهای سال با شما در طب ماجرای مختلف صحبت داشتیم و عرض شود که همه حواس ها به این منطقه هستش و اتفاقی که هفته پیش افتاد نیاز به تحلیل داره. من دو تا از تیترهای مقالاتی که آمریکایی‌ها نوشتن رو برای شما و برای مخاطبان میخونم. یکیش نوشته سردبیر یکی از سایت‌های معروف آمریکا، سایت ضد جنگ antiwar.com، آقای جاستین ریموندوس میگه که عنوان مقالش اینه: آبروی رفته در خلیج فارس. البته اون از کلمات یه مقدار خشن‌تر استفاده کرد، من پاستوریزش کردم اینجا. آبروی رفته در خلیج فارس، خبر رسمی دستگیری ملوانان آمریکایی گیج کننده است، یعنی سر در نمیارن. و بعد این تعقیب خبر رو ادامه میده. در مقاله دیگه عنوان نوشته گلن گرینوالد هستش که احتمالاً باش ما مصاحبه خواهیم کرد تا یکی دو روز آینده، و عنوان خبر اینه: آمریکا خبر قایق‌هایش رو در آب‌های ایران تغییر می‌دهد به یک نوع مشکوک‌تر. بعد مفصل بررسی می‌کنه. اینا نویسندگان منتقد آمریکایی هستن و این ماجرا یه ماجرایی است که هی قصه از اول هی خبرش عوض شد. خبرگزاری مهم هم منعکسش می‌گیرن، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، هی تغییرش می‌دن. ولی اتفاق دیگه اینجا افتاد و دوست داشتیم این رو از زبان شما بشنویم. شما میدونم تو خبر صحبت کردید و من اولین کسی نیستم که باهاتون در این مورد مصاحبه میکنم، ولی دوست دارم به چیزهایی برسیم که در اون برنامه ها بهش نرسیده بودم. در خدمتتون هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید. خلیج فارس منطقه بسیار بسیار حساسی است. قطعاً خیلی از تحلیلگرها و استراتژیست‌های دنیا به عنوان مهمترین جغرافیای فعلی جهان از خلیج فارس سالهای طولانی زیاد میکنه. علتش هم اون در واقع اصالت‌هایی است که در خلیج فارس وجود داره و در جاهای دیگه وجود نداره. یه سری از اصالت‌ها به جغرافیا و یه سری از مسائل برمیگرده، یه سریش به مسائلی است که بعد از انقلاب اسلامی به وجود اومده. خب این منطقه حساس، هر اتفاقی که درش بیفته بسیار بسیار تاثیرگذار است و به همین لحاظ مورد توجه. سردار، من میخوام برگردم به اخباری که منتشر شد. اخبار زد و نقیض بود، خود آمریکایی‌ها هم فهمیدن. یکی از آبروریزی‌ها همین بود که اول گفتم قایقا موتورش از کار افتاد. مثلا جو بایدن اومد تو مصاحبه با چارلی روز که یکی از این شوهای آمریکایی هستش تو تلویزیون، گفتش برای موتور از کار افتاد. بعد روز بعد یا چند ساعت بعد یه قصه دیگه، اینها ارتباطشون با مافوقشون از دست رفت. این خودش برای اینو مضحک شد که هی دارن قصه رو عوض میکنن. و تصویری هم که منتشر شد یه تصویر خیلی تحقیرآمیزی بود. اون نحوه دستگیری و اون نحوه اتفاق، اینها چه اتفاقی افتاد؟ و اون من مطمئنم خیلی تصاویر هنوز منتشر نشده. بله. چجوری شد؟ ببینید، عبور از آب‌های سرزمین یک کشور میتونه اتفاق بیفته برای یک کشورهای دیگه و دائم هم در جاهای مختلف دنیا داره این اتفاق میفته. و به لحاظ مطالبی که قبل گفتم، ما قائل بر این نیستیم که در خلیج فارس عبور امریکایی‌ها از آب‌های سرزمینی ما یک عبور بی‌ضرر است. بر همین سال‌هاست اعلام کردیم به امریکایی‌ها که شما حق ندارید از آب‌های سرزمینی ایران رد بشید. آب‌های سرزمینی ما در خلیج فارس به صورتی است که لاجرم تقریبا هر کشتی و هر شناوری که در منطقه هست می‌بایست از آب‌های سرزمینی ما رد بشه و طبیعی است که رد بشود. و اگر نخواهد رد بشه، شرایط درنوردی کاملا متفاوت میشه. الان سالهای طولانی است که امریکایی‌ها اجازه ندارن که از هوای سرزمین ایران رد بشن.
اینا ظاهرا از کویت به مقصد بحرین رفتن برای انجام تمریناتی که مربوط به خودشون بود. مشخصا در اوایل کار با ناوهای آمریکایی ارتباط نداشت. خب بلافاصله سیستم‌های کنترلی تشخیص دادن و چون شناورهای ما در دریا دائم هستن فوری رفتن سراغشون که ببینن کی هستن و خب فهمیدن که آمریکایی هستن. توضیح اولشون خواستن، از اون خواستن که سیستماشون رو خاموش کنن، موتورشون رو خاموش کنن، بیسیماشون رو خاموش کنن. اونا هم تقریبا بدون هیچ گونه مقاومت یا تحمل این کار کردن. اصلا مقاومتی نکردن؟ هیچ مقاومتی نکردن. یعنی چطور اینقدر به این زودی تسلیم شدن؟ نگاه کنید، اصل موضوع اگه بخواید بگید و بیان بشود، کلی ماجرا و جزئیات اون مشخصاً به نوعی مثل این که طراحی خداوند متعال. قسمت کم کار مربوط به بنده خداست، قسمت اعظم کار رو خود خدا انجام میده. حتی اینا جرأت نکردن به طرف یکی از سلاحاشون برن، بعضا نگاه نمیکردن به سلاحاشون. برای چی اینقدر از ایرانی میترسیدن؟ ببینید دو تا علت داره. یکی اینکه خب این قوه و قدرت مربوط به خداوند متعال، در آدمهایی که روند خدا رو دارن خدا قرار میده. دوم اینا قائل بر این هستن که واقعیت مهم نیست، تصویر از واقعیت مهمه و ما واقعیت از ایران و خاص پاسدارا درست میکنیم که خودمون نیازمندش هستیم که ربط به واقعیت بیرونی ایران و امریکا و پاسدارا نیست. و خب دروغ میگن به نیروهاشون، یه جفسازی زیادی میکنن به مردمشون، دروغ میگن به نیروهای نظامشون، دروغ میگن. تصویری که یک نیروی نظامی آمریکایی از یک پاسدار داره تصویر غیر واقعی است، خیلی وحشتناکه براش. یعنی طوری ترسیم کردن که اصلا قابل مقایسه نیست. برعکسیه، شما با جرات من میتونم بگم لطیف ترین آدمهایی را که میتونید سراغ بگیرید پاسدار هستن. اینا به عنوان خشن ترین آدمهای عالم جلوه میدن. خب تو نیروشون تاثیر میذاره. خودشون ترسونده. خودشون، یعنی امریکایی‌ها تو سیستمی سازمان یافته طوری عمل میکنن که ناخودآگاه و اتوماتیکوار امریکایی‌ها از ما میترسن، در حالی که تمام هم و غم ما از اینکه اینها در اختیار ما قرار گرفتن، در واقع توقیف شدن، حرکت همه بچه ها طوری بود و طوری هست در همه مواقع که احساس آرامش طرف مقابل پیدا کنه. چرا؟ چون خب بالاخره الان دیگه اسیره. بله. در رفتار با اسیر مشخصا تعیین شده از طرف اسلام و در انتخاب هم بوده عمل بشه. شما چقدر آمادگی برای عملیات داشتید؟ به فرضی که تو این لحظات حساس که همه اعتراف کردن، از رئیس جمهور آمریکا تا معاونش، تو لحظات خیلی حساس بود، هر کسی می‌کنه یه اشتباهی بکنه، یک عملی انجام بده، شما چه مقدار آماده برای چه عملیاتی بودید؟ ما در آمادگی کامل به سر بردیم، به صورتی که تو اون لحظاتی که به قول همه از جمله امریکایی شرایط بسیار حساسی بود و تو این شرایط حساس بعضی از مواقع دیدیم که امریکایی‌ها احساسی برخورد کردن، نه حرفه‌ای، و در این احساسی سمت و سوشون سمت و سوی خطرناک بود. ناو هواپیمای ترومن در 40 مایلی منطقه وجود داشت، دو تا رزمناو و یک ناوشکن در کنارش بود، ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه در 40 مایلی شمال شرقی جزیره به سر بردن، 3 تا ناو، 2 تا فرانسوی آلمانی در کنارش بودن. اینها مسئلهشون مثل مسئله سیبل هایی است در برابر کسانی که میخوان تیراندازی بکنن، و اگه امریکایی‌ها یک ذره پیشتر می‌رفتن و اقدامی خطرناک می‌کردن، قطعا همه این ناوها در مرز قطعی ما بود برای انهدام کامل. و ما این کارو می‌کردیم. این کارو می‌کردیم به لحاظ اینکه امریکایی‌ها اقدامی کرده بودند که نیروهای ما مجوز داشتن در پی اقدام امریکایی‌ها از خودشون دفاع کنن و اقداماتی رو با شدت تمام علیه امریکایی‌ها انجام بدهند. ما دوست نداریم که پدر مادرهای امریکایی به جای فرزندانشون جنازه های فرزندانشون تحویل بگیرن. برای همین یه پیام بسیار تندی رو، پیام هشدار دهنده‌ای رو برای امریکایی‌ها
گفته شد که نیروهای ما بخونن و بعد از این پیام امریکایی‌ها فهمیدن که در چه شرایط بسیار خطرناکی قرار دارن و خیلی خیلی سریع اون تحرکات خطرناکی رو که شروع کرده بودن متوقف کردن، هواپیماشون رو از منطقه دور کردن، ناو هفتمر رو به ناوهای رزمی‌هاشون از منطقه دور کردن، همچنین فرانسوی‌ها، و شرایط خیلی خیلی سریع در ظرف کمتر از یک ساعت به شرایط عادی برگشت. این هشداری است برای مسئولین امریکایی که در منطقه و در شرایطی که امریکایی‌ها در طی ده ها سال گذشته فهمیدن که دست به هر اقدامی که دادن با شکست مواجه شدن و باید خیلی مواظبت بکنن و فرماندهانی رو بر ناوهاشون و برای ناوگان پنجم که مسئولش در منطقه خلیج فارس است بگمارن که اینا قبل از این که از هر تمام‌مندی برخوردار باشن از عقلانیت باید برخوردار باشن که به هیچ وجهی وارد شرایط و وضعیت‌های خطرناکی، نه خطرناک برای ما، این خطرناک اول برای امریکایی هاست، هرچند که امریکایی ها هزاران توان داشته باشن و برای دنیا است. شلیک تیر در خلیج فارس برای دنیا خطرناکه، برای دنیا ناامنی به بار میاره. ما به لحاظ تکلیف مسلمانی میخوام که در اینجا تیری در نرود، امریکایی ها برای زور گفتن و سلطه بر دنیا میخوان که تیر در نرود. این دوتا کاملا متفاوته. میگن آقا نفت خلیج فارس، انرژی خلیج فارس در کنترل ماست و برای اینکه در کنترل ما هست چین باید از ما تبعیت کنه، ژاپن باید از ما تبعیت کنه، هند از ما تبعیت کنه، کل اتحاد اروپا از ما تبعیت کنه و این چیزی که هیچ کس دوست نداره در دنیا. وقتی که اینا تسلیم میشن چند تا اتفاق میفته. یکی این که یکیشون معذرت هایی میکنه که این معذرت هایش منعکس میشه، بعدم پشیمون نمیشه، یعنی الان چند روز گذشته نمیده حرفش رو عوض کنه. این یک مطلب بود میخواستم. دو این که شما بلافاصله با اسیر طرف هستید و اون برخوردی که باشون شد و اینا، شاید اینا اصلا آشنا نیستن. ما هم هیچ وقت خودمون تطبیق نکردیم در طول جنگ 8 ساله. ما هیچ وقت نمیدیم به دنیا بگیم ما چه رفتاری با اسرای عراقی کردیم. من خودم یادمه که تو کربلا 5 یک صحنه رو شاهد بودم، نزدیک 7-8 تا عراقی تو آخرین فشنگی زده بودن رو زمینم، بچهای ما بودن همه بادگیرا سوراخ سوراخ و شهید شده اینها. اول من یادم اینا رو تو آمبولانس گذاشتن اینا رو بردن عقب، بعد شهدای ما رو تخلیه کردن. از زمانی که اینا رو ما میگیریم میدونیم که چه رفتاری با اسرا میکنیم، تا زمانی که تحویل داده میشن، تا اینکه میرن، این کل اون 8 سال رفتار ما با اسرا هیچ وقت تطبیق نشد که ما چه رفتاری با اینا کردیم. اونها زمان جنگ، یعنی ما خودمون تو این موضوع کوتاهی کردیم. اون سیستم تبلیغاتی ما، سیستم رسانه‌ای ما تو این قسمت کاملا به نظر فشل بود. هیچ وقت خودمون رو معرفی نکردیم ما کی هستیم، ما با اسیر چه برخوردی میکنیم، ما اصلا فرهنگمون، تمدنمون چی هستش. لذا خب البته اونم اول اشاره کردن که اینها با اون ایران هراسی که اینکه همه بتونن کارشون انجام بدن، خود همین باعث میشه که یعنی کلا وا بدن، کپ بکنن، نتونن در واقع چیز بشن، هیپنوتیز بشن تو لحظه‌ای که اینا. میخواستم بپرسم که چه دست به عمل شما دارید که به طور کلی چه وقتی اینا اسیر میشن دست باید باشیم چه رفتاری بشن؟ این ما دست رو بل نداریم. پیامبر اسلام به عنوان آخرین پیامبر خدا که ارحم الراحمین هست، او دستورالعمل رو از طرف خدا مشخصا صادر کرد و ما طبق همون دستور باید عمل بکنیم. به محض اینکه طرف اسیر می شود، چون اسیر هست یه سلسله روالی و رفتاری باید وجود داره، ما تمام هموغممون این هست که خودمون رو نزدیک کنیم به اون دستور پیامبر که ازش غیر از مهربانی، رأفت، مدارا اینها چیزی وجود نداره. ما تمام هم و غم اون این است که چطور استرسی رو که اینها دارن از بین ببریم. چه استرسی داشتن؟ اصلا چون اون ذهنیتی رو که خودشون برای خودشون ساختن در شرایط عادی به سر نمی‌بردن. البته اینها نسبت به گروه‌های قبلی که گرفتیم باز در شرایط بهتری بودن. ما دو بار انگلیس‌ها رو گرفتیم، قبل از اینا یه بارم امریکا رو گرفتیم. واقعا در شرایط وحشتناکی بودن که من احساس کردم در اون موقع
که اینا از وحشت و ترس بمیرن، سکته بکنن بمیرن. انواع مختلف موضوعات رو به کار گرفتیم که اینا از این استرس در بیان. احساس می‌کردین که مثلا ما غذا می‌دیدن که با همین غذا رو دارن بچه‌ها خودشون می‌خورن، همون غذا رو برشون آوردن. احساس کردیم که غذای ایرانی شاید برشون مطمئن نشه، دنبال کردیم تو شهر رفتیم غذای که شکل شمال فرنگی داشته باشه مثل پیتزا باشه، نیست اینو برشون گرفتیم آوردن. دفعه قبل اینجا چون جزیره بود دیگه این حالت وجود نداشت. البته اینجا مثلا این مشکل نداشتن، به مسابه کسانی که در جزیره هستن بچه‌های خود ما، اونا همین غذا رو با ولای خاص می‌خوردن و خیلی عادی بود برشون. در اینجا مثلا رفتار با اون خانم رو طوری قرار دادین طبیعی که شما با وقتی یه نیروی بیرون میگی بازجویی کنی، بازجویی هیچ وقت تو جمع صورت نمیگیره، ولی با خانمی که همراه اینا بود برای حتی بازجویی ما این قاعده کلی رو زیر پا گذاشتیم. اولا در محوطه باز ازش بازجویی کردیم، نه در این اتاق تنها، بلکه و با حضور یکی فرمانده اینا که اونم باشه، حضوری که میگم یعنی با یه فاصله که ببینه که آقا ازش دارن بازجویی خیلی عادی صورت میگیرن. خب طبیعتاً در شرایط اینجوری خب این نگرانی هم به وجود میاد، دائم بچه‌ها دنبال این بودن که این نگرانی رو کم بکنن. به لحاظ همون در واقع تکلیفی که از اسلام وجود داره، ولی شما میبینید که کسی که میخواد اسیر نشود میتونه اسیر نشود. در خیلی از جاها طرف مبنا رو برای این قرار میگه تحت این شرط اسیر نشه. میدونید که خیلی از اسرا در زمان جنگ حالت پشیمونی گرفتن، این پشیمونیشون به صورتی بود که آزار شدن از اردوگاه اسرا تا حدی که رفتن ازدواج کردن داخل ایران. الان تعداد عراقیایی که در داخل اسرای عراقی که در داخل ایران ازدواج کردن کم نیستن. ما چند یک دو سال پیش فکر کنم رفتیم رسما از نیروی دریایی عراق بازدید، در هر جایی که رفتیم دیدیم ایرانی صحبت میکنن، فارسی صحبت میکنن، و بعضیش این بود که میگفتن ما چه اونهایی که خانومشون عراقی بود چه اونهایی که خانومشون ایرانی بود، میگفتن بچه ها ما رو گذاشتیم مثلا تو عراق، گذاشتیم تو هندیجان، گذاشتیم توی امیدیه، جاهای مختلفی که اینا بودن، در حالی که افسر نیروی دریایی عراق بود خانوادش هنوز تو ایران بود. به لحاظ اینکه این رافت و مسلمانی رو در اینجا دیدن، در اینجا ما همینطور عمل کردیم. یک سوالی که باز کلی تر بود این بود که آمریکایی‌ها سالها پیش این رو تو آزمایش‌هایی که دادن خودشون تو بازی‌های جنگی با ایران که بله. ماکتوار و مانوروار بله. هم که تو حوزه شما که شما فرمانده نیروی سپاه هستید و در حساس‌ترین منطقه هستید اعتراف کردن که این سیستم دفاعی غیر متقارن ایران، همین قایقای تندرو که مسلح به همه چی هم هستن امروز، باعث میشه که نشه کاری کرد. یعنی به قول خودشون اسیمتریک دیفنس ایران یا سیستم پدافند غیر متقارن که خارج از اون اصول کلاسیک هست، این باعث میشه که نمیشه کاری کرد. نمیشه، یعنی ایران یک نقطه را 40 نقطه میزنه. آره من دارم آماتوری صحبت میکنم، ولی به هر صورت این چیزی که اونا اعتراف میکنن و اینکه غیر قابل نفوذ هستش، این چه حسی به شما میده و شما الان تدابیر آیندهتون چیه؟ این منشأ این موضوع ما هستیم. بله. امریکا یا اون چیزی رو که مربوط به تعریف خودشون است و متابعین خودشون میگن کلاسیک، ما میگیم این چیزی رو که ما تعریف کردیم یک تعریف جدید و کلاس شده است که مطابقت داره با همه چیزی که مربوط به انقلاب اسلامی است، از جمله مطابقت در با تمام مندی های انقلاب اسلامی که آدم محور همین تمام مندی است، آدمی که به خدا اتکا داره، و دوم مطابقت در با دشمن انقلاب اسلامی که امریکایی است. و این جواب کامل خودش داره. اونا اسمش رو گذاشتن طرف ما یعنی ایران به روش نامتقارن یا به جنگ نامتقارن دست میزنه. اونا انتظار داشتن که تقارن سازی صورت بگیره. تقارن سازی یعنی اینکه امریکا تعریف کردن که نیروی دریایی باید ناو داشته باشه، اونم ناو با این مشخصات اینطوری، مثلا ما باید بریم یا هر کشور دیگه باید ناو بگیره، در حالی که اون ناو که طبق تعریف امریکایی است به کار جنگ با امریکا اصلا نمیاد، به هیچ وجه، از فاصله بسیار بسیار دور، در حالی که خود امریکایی قابل دسترس نباشن میتونه ناو رو مورد استفاده قرار بده، ولی شناور تندرو رو نمیتونه مورد استفاده قرار بده. از آن دارن که نمیتوانن مورد استفاده قرار بدن. ما زمانی شروع کردیم که سرعت ما 20 نات بود، یعنی از سرعت امریکا کمتر بود با همین شناور تندرو.
ما الان سرعتمون بیش از دو برابر امریکاییاست و در شرف این هستیم که به سه برابر امریکایی‌ها افزایش پیدا کنه. این در مخیل هیچ توانمندی نظامی فعلی نمی‌گنجه که بتواند شناور رو در حالی که بسیار کوچک است، ضد رادار هست و سرعتی 60 نات و بعداً بیش از 80 نات داره مورد اصابت قرار بده. امریکایی‌ها مستأصل شدند به لحاظ این روشی رو یا این تعریفی رو که تعریفی متفاوت از خودشون است و متناسب با همه چیز ما هست ما کردیم و بر اساس اون تعریف ما قریب 30 سال هست که طبق آیه شریفه و دولهم مستطعتم من قوه استطاعت خودمون رو با قوه بسیار بالای افزایش دادیم. موقعی امریکا یا ناوشون در منطقه خلیج فارس منهدم شد در سال 66 و 67 که اصلا این روالی که الان برقرار هستن نه تنها نبود بلکه اصلا تو مخیله هیچ کس نبود، در حالی که امریکایی‌ها نسبت به اون زمان تغییرات زیادی نکردن، ما نسبت به اون زمان تغییرات غیر قابل قیاس کردیم. یعنی اگر الان شرایط پیش بیاد مثلا امروز سه‌شنبه 22 دیما میتونست دیگه یک ناو امریکایی منهدم نشه، ناو گروه امریکایی و فرانسوی منهدم بشن که ناوهای عبر توش باشن، به لحاظ این توانمندی وحشتناکی که به اصطلاح امریکا یک توانمندی نامتقارن هست و جنگی اتفاق میفته که اسمش رو داشتن جنگ نامتقارن و آسیب های خودشون رو و ضعف های خودشون راجع به جنگ نامتقارن همینطوری گفتید خیلی علنی هم امریکا بیان کردن. یه چیزی که همه خوب آشنا هستیم، تو فیلم های امریکایی دیدیم مقاومت اینها رو، یه تنه صد نفر حریف هستن و اصلا این عادت کردیم امریکایی که میبینیم پرچم امریکا اینها، و خیلی مغایر بود با این تصویری که پخش شد همه جا، و البته خوب خوبه چون واقعیش این بود که یعنی به صلح انجامید و به خیر گذشت. یه شری بود که کسی به پا میکرد اول دامن خودش میگرفت، و ولی چقدر جالب بود که این تصویر درست مغایر اون چیزی که همیشه تو هالیوود تبلیغ میکنن از توانمندیشون و این اسارت ناپذیریشون و این رامبو بازی که همیشه هست. واقع همطوریه، این تو فیلم با اون چیزی که در داخل واقعیت وجود داره زمین تا آسمان فرق داره. شما از لحاظ هیکل، از لحاظ آمادگی جسمانی، از لحاظ این موضوعات فرق بین همین امریکایی‌ها و فیلم‌های هالیوودی وجود نداشت. بله. ولی عمل و رفتارشون زمین تا آسمون فاصله داشت. علتش همین است که در برابرشون آدم‌هایی قرار دارن که یک مشخصی دارن که مشخصه انحصاری است. پاسدار انقلاب اسلامی پای پاسداری از انقلاب اسلامی هست. نفس صرفاً با توانمندی‌هاش و سلاحش و شناورش و قدرت جسمانیش، بلکه با جونش. کسی که آماده باشه با جونش پاسداری بکنه از انقلاب اسلامی، هیچ توانمندی در دنیا از عهده‌اش برنمیاد. هیچ توانمندی. من ترجمه دقیق این تیتر مقاله جاسم ریموندو رو که به اصطلاح ترتیب کردیم، گفتیم آباری رفته در خلیج فارس، اون تیترش اینه: دستگیر شده با شلوار افتاده در خلیج فارس. عنوان مقاله ریموندو هستش. و اینها میدونید سالهاست خسته شدن، این بیدار شده های آمریکا، از این همه دروغگویی و دروغگویی به ملت، و اینقدر زیاد شده که یه حادثه اینجوری که پیش میاد حوصله‌شون سر میره. اول اینجوری که فوش میدن به سیستم و سیستم در واقع نظامی خودشون هست که تو این ماجرا عجیب بود، در واقع به سیستم تصویرسازی دروغی که امریکا انجام داد، چون حوصله‌شون سر رفته، این همه ظلم، این همه خونی که ریخته شده به خاطر سیاست‌های عوضی اینها و سلطه‌ای که در واقع نیروهای صهیونیست رو اینا داشتن و تصرف کردن کشور رو. این آدم‌ها خسته هستن و ملاحظه ندارن تو تیتراشون، یعنی مطلب رو میخوان برسونن به مردم خودشون. از زبان مولوی استفاده کردن. از زبان مولوی.
تشکر میکنم از حضور شما، متشکرم. آرزو سلامتی برای شما دارم، ان شاءالله که موفق باشید و باز هم ما فرصتی پیدا بکنیم تحلیل دیگه داشته باشیم در این منطقه بسیار حساس. موفق و منم تشکر بکنم. امیدوار هستم که تلاشای زیادتری صورت بگیره برای همین نقیصه‌ای که وجود داره، هم در داخل جامعه امریکا، هم داخل کل جامعه غرب. این تقریبا گربانگیر همه غرب است و تا وقتی که این تو وضعیتی وجود داره و یک تصویر درستی از واقعیتهایی که در خارج از خودشون وجود داره دست نده، همین روال ادامه داره و اولین ضرر مربوط به خود امریکایی هست. امریکایی از شمال اقیانوس هند که به طرف خلیج فارس میان در شدیدترین استرسی که امکان داره یک آدم قرار بگیره در تنگی هرمز و خلیج فارس به سر میبرن تا برگردن. خب چرا اینطور وضعیت وجود داشته باشه؟ این نیرو میدونه که توانش از دست میره. نیرویی که در استرس منفی باشه قادر به انجام اقدامی نیست و امریکایی‌ها وارد هر صحنه بشن با شکست مواجه میشن. اگر اونها با صحنه عراق با شکست مواجه شدن، با صحنه افغانستان با شکست مواجه شدن، تو صحنه 33 روزه حزب الله با شکست مواجه شدن، تو صحنه چند سگانه غزه با شکست مواجه شدن، الان تو یمن، تو یمن سعودیه و اماراتیه و بحرینی و قطری نیستن، تو یمن امریکایی هستن، صهیونیست هستن، کامل برقرار هستن. و 9 ماه دارن با همه توانمندی، با پول وحشتناک، با تسلیحات وحشتناک به مردم بیچاره‌ای که چیزی در اختیار ندارن، که حوثی ها سلاح در اختیار دارن، اینا رو در اختیار دارن. چیزی که در اختیار دارن نفس انقلاب اسلامی بهشون خورده. اون نفس انقلاب اسلامی همه اون توانمندی ها رو در انفعال قرار داره و به هیچ وجه نمیتونن. 9 فروند شناور سعودیه و مصریه و اماراتیه مورد اصابت قرار گرفت. شما این 9 فروند رو به 20 چند فروندی که از جنگ دوم تا الان شناور مورد اصابت قرار بدید. 2 فروند توی جنگ 33 روزه مورد اصابت قرار گرفت. تو خلیج فارس مورد اصابت قرار گرفت. این یعنی فاجعه برای توانمندی کسی که به اصطلاح خودش رو ابرقدرت دنیا میذاره. متشکرم. در خدمت. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یکتون در استودیو، خیلی خوشحالم که خدمت آقای سهیل کریمی هستیم، فیلمساز و فعال فرهنگی. خیلی خوش اومدید. شما یک فیلمی سال 83 ساختی در مورد دستگیری انگلیسا و از اول حادثه هم حضور داشتین، یعنی وقتی که اینا دستگیر شدن. شما که کاش همه فیلمسازی اینجوری باشه. در زمان جنگم یکی از توفیقات گروه آقای آوین این بود که از قبل از حادثه معمولا اونجا مستقر بودن، دیگران بعد میرسیدن، شلخته بازی هم در میاد، ولی اونا که به موقع میرسیدن. شما از همون اول حادثه اونجا بودید، حتی دسترسی به فیلم های اینها داشتین، فیلم هایی که هنگام عملیات انجام میدادن. خیلی خوشحالم که تشریف آوردین به استودیو. قبلا هم در برنامه راز من خدمت شما بودم. اینجا یه مروری میخوایم بکنیم، اون حادثه 83، این که الان پیش اومد، یه حادثه دیگه یک سال قبل از 83 امریکایی دستگیر شده بودن، منطور ماجرا باز نشده بود. این رو توضیحاتی بفرمایید و ظاهرا کلیپ هایم از فیلم خودتون هستش که استفاده میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، اتفاقی که سال 83 در تیر ماه 83 افتاد یک اتفاق بسیار خاص بود، یعنی به لحاظ رسانه‌ای شدنش. همطور که خودتون هم فرمودید، سال قبلش هم 13 تا امریکایی به دست بچه های نیروی دریایی سپاه افتاده بود، ولی خب مکتوم مونده بود، اینها رسانه‌ای نشدند. ولی به محضی که ما این کار رو شروع کردیم، مستند شکست هیمنه رو شروع کردیم، دوستان نیرو دریایی، خود سردار فدوی که اون موقع جانشین فرمانده نیرو دریایی سپاه بودند، یک کمال همکاری رو داشتن و این اجازه رو دادن که ما از تصاویر سالهای قبل هم استفاده بکنیم توی این مستند. خیلی خاص بود اون بازتابی که ساخت اون مستند پیدا کرد، هم تو رسانه های غربی و هم حتی سفارت انگلیس که تمام تلاشش رو میکرد که این کار حداقلش این که جای اکران نشه، دیده نشه.
متاسفانه تو اون سالها شورای عالی امنیت ملی دستور بر این داشتن که این کار توقیف بشه توی سال 83 و کار تو تلویزیون پخش نشد، علارغم اینکه ما تلاش کردیم که توی تلویزیون پخش بشه. ولی خب این هم شاید به هر حال توفیقی بود که من بعد از اینکه اون کار ساخته شد بالای 50 اکران در سرتاسر کشور تو دانشگاه‌های مختلف داشتم. ولی اون چیزی که مهم بود آقا این که این پوشالی بودن تبلیغات غربی ها برای اینکه نشون بدن که نیروهای ما چنینند و چنانند و این سیل عظیم تبلیغاتی که توی هالیوود راجع به نیروهای امریکایی بعضن هست، شاید یک جایی حتی اعتراضی هم میشه، خود فیلمسازان هالیوودی هم یک اعتراضاتی هم دارن، ولی این به عیان نشون داده شد که هیچی نیستن کسانی که اینقدر روشون تبلیغ. من یه توضیح به مخاطبین محترم بدم که تبلیغات آمریکایی‌ها در دهه 80 میلادی، یعنی بعد از شکست ویتنام، یه دهه محدود چند تا فیلمساز بزرگ اومدن این هیمنه خودشونو شکستن. آلیور استون بود با 3-4 تا فیلم خیلی خوب و استنلی کوبریک بود که نشون داد که در واقع اینکه اینها چیزی نیستن، خودشون نقد کردن چون جنگ ویتنام باختن، جنگیدن و باختن و فرار کردن از سایگان. این شکست رو سعی کردن با فیلم ها جبران کنن. همون فیلم اولین خون یکی از اون چیزا بود که میخواست که این روحیه باخته رو سیلوستر استالون تو اون کارم گل کرد. بعد فیلم هایی که تو خود ویتنام هست رو 3-4 تا فیلم این کار رو یعنی واقع بینانه مثل جوخه مال کار آلیور استون و قلاب تمام فلزی و متولدم 4 جولای باز کارستون، این یک دوره فقط محدود بود، بعد تموم شد. بعد با دوره دهی نهوه تاپگان تام کروز و امثال هم اون باز اون هیمنه رو سعی کردن به دست بیارن چون دیگه شوروی هم کنار رفته بود، خودشون تک قطبی میدیدن، غافل از اینکه اصلا چرا برای چی شوروی فروپاشی کرد. این ما با تو ایران این موضوع رو این رمز رو باز کنیم، فروپاشی شوروی به چه چیزای ارتباط داشت، چه چیزای اتفاق افتاد، اون نامه امام چرا یک سال قبل پیش بینی تونست بکنه، امروز چرا روسیه با ایران همسو هستش، اینا همه رو باید ما هنوز رمزگشایی نکردیم. به هر صورت درسته این هیمنه در واقع اینا بازسازی کردن، خودشون رو دوباره نشون دادن، ولی تو خلیج فارس چند بار شکست که آخرین بارش هفته پیش بود. چقدر جانکری امروز عصبانیه که شما چرا اجازه دادیم از انتشار اون تصاویر. خیلی خوب مقاله هست اینجا مال آقای گلن گرینوالد که امیدواریم که به اصطلاح مصاحبهش باشه انجام بدیم. سردرگمی آمریکا رو سر این حادثه او تفسیر میکنه، سردرگمی رسانه های آمریکا رو که چند بار قصهشون عوض میکنن، میگن موتور خراب شد، سیستم نویگیشنشون از کار افتاد، بعد میگن همش دروغ بود، این همه درست بود و علتهای دیگه ای پشت سر بود. بعد LA Times میاد یک مطلب دیگه میگه که شاید نه همه به صلاح ترفندهای ایرانی باشه، که شاید اینا رو به نوعی هیپنوتیزم کردن، که وقتی که با سردار فدوی مصاحبه میکردیم اشاره میکنه که اینا وقتی که ما میرسیم بهشون دستاشون بردن بالا و زانو افتادن. یعنی این تصویری نبود که کسی دلش میخواست تکرار بشه. شما در اون سال اومدید این کار انجام دادید، ثبت شد و تو ایران هم جالبه که تلویزیون پخش نکرد، یعنی یک تغییری در رسانه پیش اومد، یعنی اون زمان پخش نمی کرد و شما تو دانشگاه پخش کردید و الان این چیزا خیلی زودتر پخش میشه. این تغییر زمان هم هست که بله. انتقاد و نقد و فیلمسازهای جوان که نقد میکنن امروز راحت تر میان تو رسانه صحبت میکنن و مردم سریع آگاه میشن، یعنی دوره سرعت و تحول هستش. از لحاظ روحی و روانی هم هی برای اینا تبلیغ میشه که شما قوی ترین نیروهایی هستید که در دنیا وجود دارید. تا میخوام به ملت، به مردم تمام دنیا بفهمونیم که آقا اینا این فیلمایی که نشون میدن الکیه، یه نفر بیاد بیفته به بخت همه خبرها نیست آقا. ابرقدرت امریکا در جنگ روانی است،
که قادر شدن که اون چیزی رو که میخوان در تصور دیگران بگنجونن. خب در ولی توی تلقی ها در اصل همون جنگ روانی است که تفنگ داره در امریکا، او کسی است، اون چیزی که تو فیلم نشون میده. حالا این چیزایی که خود سردار فدوی هم فرمودن توی این ماجرا، واقعا تبلیغات دشمن رو این زمینه خیلی زیاد بود. یعنی که مایی که این وره حالا آب نشستیم و این وره آنتن هستیم، هم ما ایرانی و هم بقیه مردم دنیا، تصورشون از نیروهای امریکایی، چه نیروهای مارینز امریکایی، چه رویال مارینز امریکایی، که حتی نیروهای مارینز امریکایی برای تکمیل دوره‌های آموزش نظامیشون باید می‌رفتن پیش نیروهای رویال مارینز، که تقریبا میشه گفتش که اون روش‌های نظامی که دارن تکمیل بشه. و حالا نکته جالب دیگه این که در رابطه با نیروهای رویال مارینز انگلیسی که خیلی هم ویژه بودن، این که هر یک نفرشون تو تعاریف نظامی 33 عمل نظامی رو اینها میتونستن، یعنی تخصص خاص نظامی میتونستن داشته باشن، یعنی هر 3 نفرشون به اندازه 100 نفر تخصص داشتن. شما فکر کنید تو اون مقطع ما 8 تا بچهای ما اینها رو اسیر کردن و تو همون وهله اول، که حالا تو موارد دیگه هم هست که آقای فدوی هم اینجا هم گفتن که با اولین اشاره اینا تسلیم میشدن. یه نکته ای رو من خدمتتون عرض بکنم راجع به این ترسی که تو وجود اینها هستش، اینی که خودتون هم فرمودید وقتی نیروهای نظامی به محض اینکه وارد نزدیک اینها میشدن، اینا بلافاصله خودشون تسلیم میکردن. یکی از این نیروهای امریکایی تو اعترافاتش، نیروهای انگلیسی تو اعترافاتش گفته بود که ما، به ما وقتی که آموزش میدادند همیشه یک نیروی نظامی ایرانی رو به عنوان یک پاسدار ایرانی برای ما جلو ما عکسش رو می آوردن، درجه هاش و نوع پوششش و رنگ لباسش رو، و به ما می گفتن این رنگ لباس سبزی که دارید می بینید این مثلا پاسدار رسمیه، و همه مشخصات یک نیروی نظامی ایرانی رو که حالا مشخصا سپاه پاسداران بوده به اینها نشون می دادن. می گفت ما از دور وقتی دیدیم که نیروهای شما نیروهای پاسداران، یعنی لباس سبزشون رو که دیدیم در جا خودمون سلاح ها رو گذاشتیم زمین، یعنی بدون هیچ عکس العملی قبل از هر اخطاری. یعنی این پوشالی بودن این تبلیغات کاملا تو اینجا مشهوده، یعنی با اولین چیزی که اینا ذهنیتی که خود اینها درست کردن. شما تو این گیم هایی که الان هست میبینید، حالا اتفاقاتی که میفته، از شاید رده های پایین سنی اینها رو سعی میکنن آموزش بدن، آشنایی بدن با کسانی که به قول خودشون مخالفن یا دشمنشون هستن، که ایرانی ها رو مثلا، حتی دیالوگ های فارسی بعضا توی بازی های گیم هایی که بچه ها دارن بازی میکنن هست، و اینها همش نشون دهنده است. ولی خب در عمل که وقتی وارد میشیم، این اتفاقیه که میبینیم در خلیج فارس بارها تکرار شده و به شکل های مختلف حالا تو جاهای مختلف. من روی اسکلت کارهای محوله خودمون رو انجام میدادم. فرمانده پایگاه سریعا اعلام کرد، یه اسلحه از تسلیحات پایگاه گرفتم، سریعا به شناور فرمانده وارد شدم. شناور اولی که آمده بود حرکت کرده و شناور دومی که ما بودیم سلاحمون رو تجهیز کردیم و حرکت کردیم.
برو برو پرچم بشو بزن پایین. پرچم بزن پایین. مواردی که این نیروها تو حالا لحظات اول در اصل دستگیریشون اعلام کردن، یک کلیپی توی یکی گوشی یکی از اینها بود و خب کلیپ خیلی کلیپ خیلی مشمئز کننده بود. خواننده کلیپ مرلین منسون یه شیطان پرست معروفی هستش که تو دنیا و خواننده راک اند رول هست. بله اسمش هم به توضیح بدم برای بینندگان که بر اساس اسم چارلی منسونه. بله. خودش شیطان پرست رسمی بود. بله. بله. کسی که زن رومان پولانسکی رو کشت. بله. با چاقو کشت و یک گروهی در کالیفرنیا داشتن و رسما دیوانه و شیطان پرست بودن. این اسمش بر اساس اون گذاشته و موسیقی شیطان پرستی. بله. بله. و تو این شعری که حالا منسون داره میخونه خطابش به خداست. علیاذ بالله شروع میکنه خط نشون کشیدن برای خدا که حالا اینور خود نیروهای انگلیسی یا امریکایی، ظاهرا خود کلیپ رو امریکایی ها ساختن، تصاویری هستش که آموزش های خودشون رو آوردن توی این کلیپ جاسازی کردن، تصاویر شخصی خودشون هست، حالا ویدیوها و عکس هایی که از خودشون هست و با اشعار منسون آوردن اینها رو سینکش کردن. اونجا که منسون داره اشاره میکنه که همه اون چیزهایی که تو ساختی رو ما خراب میکنیم، اشارهش به خداست. همه این ما به نماز تو نیازی نداریم، ما به عبادت تو نیاز نداریم، ما خودمون میتونیم همه چی رو بسازیم و خودمون میتونیم همه چی رو تخریب بکنیم. حالا در کل وانمود شده که این رو علیه طالبان ساختن. چون اولش یه اشاره‌ای هم به طالبان میکنن، ولی نه، کلا منسون این رو علیه خدا خونده بود و اینها این رو آوردن. و جالب این که یکی از این نیروها گفت ما وقتی توی تانک هامون میشینیم در حین رزم، تو اون مقطعی که عراق درگیری بود، هدفون رو گوشم میذارم یا هنسفری رو میذارم، دیگه هیچ صدایی نمیشنوم، فقط صدای منسونه و من فقط روبرو رو نگاه میکنم و شروع میکنم به کشتن، شروع میکنم به جلو رفتن. یعنی این عامل تهییج اینها میشد در مواجهه با حالا طرف مقابلشون. این نکته خیلی مهمی که هستش و اینه که پشت صحنه اینا چیه؟ اینا تو اون لحظه حساس، اونی که باید ماشره بکشه کجاست؟ اینا چه کسایی هستن و چه اتفاقی براشون میفته؟ چه زندگی های خصوصی دارن؟ چه فروپاشی داخلی یعنی ذهنی، روحی در واقع اتفاق میفته؟ اینا الان دارن اعتراف میکنن. فیلم های دیگه باز هست که کمتر تبلیغ میشه. کاری که اینجا خیلی جالب بود و اینو شما اینا از توی موبایلشون داره بود. بله. این یه چیز کاملا یعنی جمهوری اسلامی باید اینو ده برابر، کاش همون موقع ده برابر با تبلیغ میکرد که این باید بشینه مرلین منسون گوش بده با کفریات مرلین منسون. یعنی لشکری که کارش کفره. بله. در واقع کفر آمیز هستش. اونی که داره ماشری میکشه این کی هستش؟ تو اون فیلم هرت لاکر که جعبه درد هست که اسکار هم گرفت. بله، شما یه سربازی رو میبینید که وطن پرسته، بعد همه سربازا 99% همه ترسیده، پر از فحش تو کلمات یعنی کپ کرده، حتما نیاز به یه روانشناس. اون فیلمی که تازه اسکار گرفته، اون فیلمی که اتفاقا تبلیغاتیه، منتقدین آمریکایی بهش انتقاد میکنن این فیلم تبلیغاتیه کنتاگونه، تو اون اعتراف میکنه که چقدر وضع روانی اینها خراب هستش و این دست به دست. ما همینجا نیاز داریم واقعا تحلیل کنیم. یعنی ما امروز داریم با سعد فدوی صحبت میکنیم، بعد با شما صحبت میکنیم، شما یک مستندی ساختید، دسترسی پیدا کردید به تصاویر موبایل اینها که این تو اون لحظه داره چی گوش میده. این همه شما موزیسین دارین تو غرب، این همه آدم دارید، این همه مطلب هست، چرا اینو گوش میدن؟ یعنی چقدر مستند در مورد فحاشی و کفرگویی منسن ساخته شده که
و باز میطلبه که ما اینا رو تحلیل بکنیم و ما با چه ارتشی مواجه هستیم، چه کسی میخواد بیاد جلوی ما. و به همین جهت این کاری که 83 اتفاق افتاد، الان این واقعی که هفته پیش اتفاق افتاد و هنوز انعکاسش هست و مقالایی که آمریکایی‌ها نوشتن، سردبیر سایت این تایوار جاستین ریموندو یک مقاله نوشته خیلی بامزه است، میگه که خیلی عذر میخوام با شلوارهای کنده در خلیج فارس، بعد مسخره میکنه. یا این مقاله آقای گلن گرینوالد مسخره میکنه، میگه که از رسانه گرفته رسانه های سردرگم تا مسئولین. دیروز جان کری اعتراض کرد یا چرا این تصاویر نشون میدید. Iranians captured 10 U.S. sailors. You said their release was a sign of the diplomatic success, this new relationship that three or four years ago they never would have been released as quickly as they were. Mr. Secretary, you served on a naval vessel not too different than the ones that were captured in the Gulf there. What was your reaction when you saw the photo of those sailors on their knees with their hands behind their heads? I was very angry. I was very... very frustrated and angry that that was released. I raised it immediately with the Iranians. It was not put out by the Ministry of Foreign Affairs or the government directly. It was put out, I think, through the military over there and the IRGC, who have been opposed to what we are doing. They're opposed to... But I'm not excusing it. There's no excuse for it. Our sailors, regrettably... inadvertently went into Iranian waters. اینا جنگ ویتنام هم تبلیغ نشون ندادن. خود کری از سربازای جنگ ویتنامه. آقای عرض کنم که پروفسور مولانا که در دانشگاه امریکن یونیورسیتی اون موقع درس میداد و در زمان جنگ ویتنام که همه ضد جنگ تبلیغات میکرد، اینها ایشون جزء تظاهر و اینها گفت. من جان کری از اون موقع یادم، از رهبر دانشجوها بود اون زمان، مثلا سرباز ضد جنگ بودن، ولی هیچ وقت در همون زمان هم تصاویری که هیمن آمریکا بشکنه، بغیر از یک تصویری که هلیکوپتر داره از سایگون فرار میکنه از سفارت آمریکا، همه بهش آویزون هستن، چیز دیگری نداشتن پخش بشه. اینا دستشون در رفته، کنترلشون در رفته. خیلی خوبه یه روزی با پروفسور مولانا در تو جان کری یک مصاحبه بشه، که این در اون دوران که خود ایشون سابقه خیلی قوی داره تو تدریس و در دانشگاه ایو اون دپارتمان ارتباطات بین المللی برای اولین بار ایشون تأسیس کرد تو خود آمریکا. خیلی بده که ما در یه دوره پروفسور مولانا رو زیاد میبینیم، در یه دوره اصلا ایشون از رادار محو میشه. خاطرات جان کریشو بگیریم که این که امروز سناتور شد و بعد معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه، اینها در جنگ ویتنام چه نقشی داشتن، چی شد. هیمنه آمریکا رو خیلی کنترل کردن، نشکنه. اینجا از دستشون در کری دیروز اعتراض میکرد، صداش در اومده بود که چرا گذاشتید. خب یکی باید بهش بگی که نمیشه کنترلش کرد. شما اومدید، شما اینجا چیکار میکنید، شما تو این آبا چیکار میکنید. و لازم هست که ما سر فرصت با این نویسندگان آمریکایی که الان مطلب بنویسن. کلیپ بعدی اگه هست، کلیپ بعدی خدمتتون عرض بکنم که اشاره‌ای هستش به تماس‌های مکرر کاردار سفارت انگلیس، که چون می‌بینید اینا وقتی بازداشت شدند از نیروهای نظامی ایران، از سپاه پاسداران درخواست دادن که درخواست کردن که اینها رو در همون آب‌های خلیج فارس رها کنید. سپاه پاسداران اعلام کرد که نه، ما وظیفه نداریم اینهایی رو که گرفتیم به عنوان اسیران، اولا که یا باید تحویل دستگاه قضا بدیم ما، یا اینکه تحویل دولت بدیم. ما به عنوان نیروی نظامی نمیتونیم رأساً اقدام به آزادشون بکنیم، وظیفه داشتیم پاسداری بکنیم. از اینجا اینها وارد محدوده و آبهای سرزمینی ما شدن و حالا اسیر شدن. کار داره خدمتتون عرض شود که انگلیس همراه رایزن رسانه‌ای که اتفاقاً یه خانم ایرانی الاصل متولد انگلیس بود، خانم شاپور، اینها به اتفاق هم بلند شدن رفتن و به عنوان و وابسته نظامی انگلیس که در سفارت انگلیس بودن، بلند شدن رفتن شهر برای مذاکره با فرماندهان سپاه پاسداران. در اونجا درخواست دادن که شما، یعنی این درخواست رو دوباره اونجا تکرار کردن که شما اینجا رها کنید، که اتفاقا طرف صحبت اینا سردار تنگسیری که الان جانشین فرمانده نیرو دریایی هستن اونجا حضور داشتن و به عنوان مذاکره کننده با اینها.
شروع کردن اونا شرط و شروط گذاشتن که این شرط ها رو ما میخواییم و به این ترتیب ما میخواییم اینها آزاد بشن، که آیه تنیسیری تو حالا همین حالا این تو این پلی بک شماره 6 میبینیم که خیلی قاطع حرف اونا رو قطع بکنه، میگه نه شما قرار نیست شرط تعیین بکنید و ما میگیم که اینها چجوری آزاد بشن. ما آمریکایی تعاملی نداریم، ما شما رو نمیتونیم با آمریکایی‌ها تعبیر بدیم، ما تعاملی و ارتباطی رو با آمریکایی‌ها نداریم. خیلی خوبه، فقط شما محکم بگید که ما از طریق دریا اصلا برامون امکان پذیر نیست. تخصصی ممکن نیست به سه دلیلی که خدمت شما عرض کردم. درخواست بعدی شلم چه که خب حالا چون نفرات رو فقط آزاد بخواد بکنید و امکان تجدید داده نمیشه، پس اینا رو ببریم برای اینکه سریع انجام بشه، ببریم از طریق شلمچه آزاد کنیم. خیلی با صراحت بهشون گفته شد که اینها انگلیسی هستند، در راهای ایران هم گرفته شده. شلمچه هم مرز بین ایران و عراق هست. اینکه شما میگید ما تو عراق الان مستقریم، عراق رو اشغال کردیم، این اشغالگری رو هیچگاه ایران به رسمیت نشناخت و تایید نکرد. من دو بار با قصد حضور وزیر انگلستان صحبت کردم. I explained to him personally your points. من شخصا نظرات شما رو به ایشون We would accept this possibility suggestion of an air evacuation. If it could be accompanied by two things. First, that the men immediately following this conversation be formally handed into my care. This is extremely important to my government. Secondly, that we have an agreement, a very clear understanding between ourselves, that in the next 5 days we will find a way of returning the boats and equipment into British hands. ما هیچ پیش شرطی رو نمی‌پذیریم که بخاطر اینکه به ما در واقع شرط گذاشته بشه به دو شرط. ما نگاه کنید به عنوان امنیت اینا و تصریح در کارشون ما اومدیم گفتیم این کار میکنیم، یعنی در واقع هوایی رو حتی پروازش هم هواپیماش هم ما میداریم، امشب هم اینا میتونن اینا رو ببینن، فردا صبح رسمن خدمت نماینده وزارت باشه. در ادامه بفهمید که اون حادثه تماس مستقیم با نخست وزیر انگلیس چندین بار از اون حادثه رو بفهمید چی شد؟ خدمتتون عرض بکنم این بحث شکستن این هیمنه پوشالی نیروهای انگلیسی و حالا امریکایی در خلیج فارس توی به لحاظ نظامی یک وجه قصه بود. یه وجه دیگرش بحث این مذاکرات در از سیاسی بود که نیروهای حالا میشه گفتش که کاردار و عوامل سفارت انگلیس اومده بودن با دوستان پاسدار ما داشتن در از مذاکره میکردن. تو اونجا هم دوباره این استیصال و در هم شکستگی رو تو چهره کاردار میشد مشاهده کرد و اینها رو البته همه دوربین های ما هم ثبتش کردن. تو اون لحظات این بنده خدایی که اومد اونجا هیچ اختیاری از خودش نداشت، یعنی هر بار که سردار تنگسیری باش حرف میزد این مجبور میشد بلافاصله مستقیما زنگ بزنه با آقای جک استراب وزیر خارجه وقت انگلیس و همه موارد رو با اون چک بکنه. اون از اونجا دستور میداد دوباره این شروع میکرد این موارد رو توی جلسه مطرح کردن. حدود چیزی که حالا دوستان شمردن 15 بار این شخص به عنوان کاردار سفارت انگلیس مستقیما با جک استراف تماس مستقیم داشت در انگلیس و جالب این که مجلس اعیان انگلیس و مجلس نمایندگان انگلیس تو همون لحظات داشتن قوانین رو در حالا در رابطه با حضور در ادامه حضور در
عراق و خلیج فارس داشتن قوانین رو وضع می‌کردن که اونها منتظر بودن که چه اتفاقی بیفته و خود جک استراف لحظه به لحظه داشت به مجلس عیان داشت گزارش میداد که چه اتفاقی داره میفته که پلی بک شماره 5 در رابطه با همین موضوع هست. 5 ببینید. دستگاه دیپلماسی بریتانیا دست به کار شد. کاردار سفارت به همراه سخنگو و رابط مطبوعاتیشان که یک ایرانی مقیم انگلیس است در ماه شهر حاضر شدند تا با حضور نماینده‌ای از وزارت خارجه‌مان با نیروهای دستگیر کننده وارد مذاکره شدند. استیصال و نگرانی از چهره هر سه نمودار بود، به خصوص تماس‌های مکرر و مستقیم با مسئولان انگلیسی در جزیره انگلستان. خب این اشاره‌ای بود به همین موضوع که به هیچ عنوان اینا حق ندارن که شرط بر ما تعیین بکنن و اینکه در این حال طرف مقابلشون هم که نیروهای سپاه پاسداران ما بودن اینها بر اونها شرط تعیین میکردن که در آخر منجر به این شد که سپاه پاسداران اعلام کرد که ما اینها رو با هواپیمای نظامی میبریم تهران تحویل وزارت خارجه میدیم، وزارت خارجه تعیین تکلیف بکنه برای شما که چه اتفاقی میفته. جالبه که سردرگمی که الان تو این حادثه ای که شما ثبت کردید و در این حادثه ای که مقالات شما الان داریم و هفته یکی دو هفته اخیر اتفاق افتاد، این سنخیت سردرگمی که هم داخل امریکا هست هم تو حادثه هستش و تو مقالات منعکس میشه که هم رسانه ها انعکاسی هم تو رسانه هاست، یعنی دولت میگه به رسانه ها اینه بگین، اینا میگن چند ساعت بعد حرفشون باز عوض میشه که به فکاهه در اومده، چند نویسنده دارن میگن که این حادثه اخیر دیگه فکاهی شده به صورتی که بعضی تیترها رو ترجمهش نمیشه رو آنتن من بگم که خودشون چی دارن میگن. لذا این سردرگمی که وجود داره به خاطر دروغهایی که گفتن در مورد ما، چه دروغهایی گفتن، سالهاست چه دروغهایی گفتن، همین تحریمایی که گذاشتن همش بر اساس دروغه. ایران تهدید هسته‌ای، ایران کجا بمب هسته‌ای خواسته بسازه که تهدید هسته‌ای، همه بمب‌سازا جمع شدن اون طرف میز، کسی که کاری نکرده رو به خاطر تبلیغات، به خاطر رسانه، به خاطر جنگ نه، به خاطر اینکه حرفی زدن جوابش نگرفتن و ما این اصل توپخونه رسانه است. نکته که اینجا خوبه که بهش اشاره بکنم اینه که وقتی که ما شروع کردیم مصاحبه رو با آقای گوردن داف این تصویر ما بود، تصویر صاف، شفاف، صدای خوب. به محضی که مصاحبه شروع شد تصویر شکست در حدی که هم تصویر فریز میشد، فیکس میشد و هم صدا شکسته میشد، یعنی کاملا روی سیستم در واقع تلفن و اینترنتیشون سوار هستش NSA. قبلا ما یک سال نیم پیش باشون مصاحبه کردیم همین مشکل پیش اومد، ایشون رفت تو حیات با یه سیستم دیگه سعی کردیم باش مصاحبه رو انجام بدیم، ولی این دفعه خیلی خیلی وخیمتر هستش. ولی ما این مصاحبه رو متوقف نکردیم، به وسیله تلفن مصاحبه ادامه دادیم، علی رغم اینکه تصویر کاملا دیگه شکسته بود و تحلیلی در مورد اینکه پشت صحنه کی هستش، عوامل در واقع مستقل و خطرناک داخل پنتاگون و سیستم نظامی آمریکا که گوردن داف اشراف داره به این پس‌زمینه‌ها و مقالات زیادی در این مورد داره. داخل آمریکا که اینا جای صحبت ندارن، تو هیچ کدوم رسانه‌ها هیچ وقت دعوت نمیشن، چون رسانه همه صهیونیستی هستش و محدودیتی که هستش یعنی 1% مردم آمریکا ممکن مقالات ایشون رو بخونن. به محض اینکه میاد تو یک شبکه ملی مثل ایران و قرار چندین میلیون نفر ببینن و تحلیل بشنون، بلافاصله سوار میشن و تصویر رو سعی میکنن نابود کنن. این همون بحث جنگی است که ما با هم داریم، جنگ نروی است که با هم داریم. اونا با همه تکنولوژی وارد میشن، ما با هر چیزی که میتونیم که بتونیم حقیقت رو زودتر برسونیم. اینا همون سربازایی هستن که اون طرف در واقع تو تله گیر کردن، چون اینقدر موضوع حساس هستش. به نظر من هیچ مسئله ای درباره این رویداد تصادفی نبود. میدونم که ایران این توانایی رو داره که این قایق‌های گشت‌زنی رو زیر نظر داشته باشه که بسیار هم پیشرفته هستند و سامانه‌های ناوبری اضافی و موتور اضافی هم دارن. همونطور که ما میدونیم و شما هم باید بدونید،
این قایق‌ها نمیتونن وارد آب‌های ممنوعه بشن. در این قایق‌ها یک سامانه هشدار وجود داره که مانع از این اتفاق میشه. دور موتور این قایق‌ها پیش از اینکه نزدیک بشن به آب‌های ایران کم میشه. اگر خطر تصرف این قایق‌ها یا به اسارت در آمدن نیروهاش وجود داشته باشه، بالگردهای آمریکایی در کمتر از 5 دقیقه در محل حاضر میشن. با این اوصاف قایق‌های مذکور برای این در منطقه بودند که به دست ایران بیافتند. همه ی این ماجرا برنامه ریزی شده بود و این کار رو هم افرادی در داخل پنتاگون و نیروی دریایی انجام دادن. همونطور که قبلا گفتم، همین افراد افراطی هستند که ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا رو در آب‌های بحرین هدایت می‌کنند. این عملیات گروهی یاغی در درون نیروی دریایی آمریکا بود. همونطور که یکی از معاونان سابق وزیر امور خارجه آمریکا این روند رو چند سال پیش برای واشنگتن پست تشریح کرد، تلاشی از جانب نیروهای اطلاعاتی در ناوگان پنجم نیروی دریایی در جریان بود تا او را ترور کنند و تقصیر این کار را به گردن ایران بندازند. در این حال در فاصله سالهای 2005 تا 2007 چند اتفاق کوچک درباره قایق‌ها در آب‌های خلیج فارس اتفاق افتاد. آمریکا تلاش کرد که در سامانه‌های مخابراتی ایران اختلال به وجود بیاره و باز هم می‌خواست که ایران رو به عنوان خطر منطقه معرفی کنه. بهانه‌ای برای توجیه کارش بسازه. طرح اونها در اون زمان تهاجم شمار زیادی از نیروهای نظامی آمریکا مستقر در عراق به ایران بود. اتفاق اخیر هم چند هفته بعد از تهدید ساختگی موشکی ایران علیه ناو هواپیمابر یو اس اس روزولت اتفاق افتاده. ما معتقدیم که جنگ طلبان پنتاگون این کار رو انجام دادن. گروهی در پنتاگون هستند که به شدت مخالف سیاست‌های کاخ سفیدند و به شدت تحت نفوذ برخی از نیروهای دیگر. به نظر من این واقعه ماجرای عملیات ساختگی بسیار موفقی بود که ایران مقصر جلوه داده بشه. احتمال داره رویدادهای دیگه‌ای هم شبیه این رخ بده. افرادی که این کار انجام میدن از تکرار این کار خسته نمیشن. فکر میکنم که لازمه کاری انجام بشه که مانع از سوء تفاهم‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز بشه. جزایر این منطقه تیری مهم در پهلوی اماراتن و پول اماراتی هم تأثیر خیلی زیادی بر نیروهای ارتش آمریکا و نیروهای عملیات ویژه آمریکا داره. خیلی از این نیروها یک سال بعد از بازنشسته شدن در امارات عربی متحده مشغول به کار میشن و حقوق سالانه نیم میلیون دلاری دریافت میکنن. خیلی از دوستان خودم بعد از بازنشسته شدن این کارو انجام دادن. نحوه رسیدگی به این رویدادها در خلیج فارس غیر قابل اتکاه، چرا که پول به جیب بعضی از نیروهای ارتش آمریکا میریزه. یکی از مسائل مورد نظرم که هفته قبل هم دربارش در نیو ایسترن آوتلوک مقاله‌ای دربارش نوشتم همین مسئله است. به نظر من نمیشه به ارتش آمریکا اعتماد کرد. Can't be trusted. Simple as that. Thank you so much, Gordon, and wish you good health and success. Hope to have you back on our program in the future. It's been good talking to you. Okay, thank you. I've missed you. امیدواریم در آینده ما تو این کارا فرسر باشیم، از مطالب و مقالات اینا استفاده بکنیم، اینا رو تحلیل بکنیم و یه افشاگری برای ملت خودمون بدم، خود به خود این منعکس خواهد شد. قطعا این برنامه که الان ما داریم میریم اونها مانیتور میکنن، نگاه میکنن، چون دسترسی به اون موبایل رو شما داشتید که اون میگه، یا اینکه مرلن منسون شما بیاید لو بدید که اینها در واقع با چه زمینه های آدم کشی میکنن. اینا همه نکات بسیار مهمی است. از شما تشکر میکنم، هم دقتتون و هم تعهدتون. انشاءالله که همیشه موفق باشید. در نهایت تشکر میکنیم از سردار فدوی که در بندر عباس خدمتشون رسیدیم و نکات بسیار جالب و مهمی که فرمودن، و امیدواریم که در برنامه های دیگر عصر این ماجرا باز بیشتر از این تحلیل بشه چون میطلبه. متشکرم. شب شما بخیر.